par in dorohi du saula del sau par mona zar kon ora hin sing von dorohi du saula del sau da stam de giro ho yam kon dorohi du saula del sau ya love kon yo azabe yo ham dorohi Nagu salon, tegu duru, nagu jer, tegu suru, nagu shum, tegu sepaus, vali maqsada. اما نکته بسیار مهمی که امروز میخوام بهش اشاره کنم این است که آقای مسعود رجبی، حالا یا آقای مسعود رجبی هم کشته شده است یا زنده است یا اون کسی که جایشون هست، مثلا زهرا خانم مریخی که به عنوان رهبری کار میکنه، یا مثلا خانم اشرف فعبی چمچی، یا نمیدونم نرگس عزادی، چون میتونن اینها کپی مسعود باشن در کارها. مسعود این که من میگم زنده است، نشانه هایی به من میرسونه این است که مسعود رجبی همین چند روز پیش اومد به حال به اسمون و پاسخ برنامه های اخیر منو داد، پاسخ داد در رابطه با اتحاد و همبستگی صحبت کرد و گفت اتحاد و همبستگی همونجور الکی نیست که به دست بیاد، هزینه داره، فلان داره، بیسار داره. و بعد به دو نکته اشاره کرد که خیلی مهم بود در رابطه با همین همبستگی، باز اشاره به زمینی به شاهزاده رضا پهلوی بود و باز اشاره کرد ایشون به این که آزادی ایران مبارز مسلحانه است و کانونهای شورش. حالا میخوام امروز اینو بهتون ثابت کنم که این حرفایی که آقای مسعود رجبی پیروز زد در پاسخ به برنامه های من نشانگر این هست که خود مسعود برخلاف میل برخی دیگه که احتمالاً سرکار خانم مریم هستن، خانم مریم قاجار نمیخوان این پیوند و همبستگی، چون میدونید زمان محمد رضا شاه جدا از ایشون از قاجار هست، مریم جان زنده دار و از قاجار هست، زمان محمد رضا شاه نرگس همینشون نرگس داری که بچه برادرشه و از صدر حاج جوادی شهرزاد خانم عزیز هست، اسمش گذاشتن نرگس، ولی ایشون یک خواهری هم زمان محمد رضا شاه، نه زمان شاهنشاه آریامه، قرارش لازمه بگیم شاهنشاه آریامه داشت که اسمش بود نرگس. و این نرگس از سازمان مجاهدین اومد بیرون، به پیکار پیوست، مارکسیست شد رسماً، رسماً جزو بچه‌ای بود که اعلام کرد ما مارکسیست هستیم دیگه، اسلام رو قبول ندیم سازمان مجاهدین خلق، و هم کشتم شد در درگیری‌ها، کشته شد خانم نرگس. این یک مشکلی هم که خانم مریم عزیزان روی قاجار، خانم مریم قاجار ابریشمچی سابق رجوی کنونی ایشون داره با این تشکیلات با مقتدر و ثروتمندی که تشکیلات سازمان مجاهدین خلق قدرت، اقتدار، ثروتی که داره هیچ تشکیلات دو دنیا نداره، از هر نظر اینا قوی هستن، برای همینی که اینها با شاهزاده متحد چه میتونن، حالا میتونن ایران آزاد کنن. حالا از اینم بگذارید که بعضی آقا ولی رژیم بمونه از اون بهتره، اون بهتره، این همه به چرایی هم که چیره میفهمن، چون تحولاتی که شاهزاده رضا پهلوی پیشنهاد کرده و سیاوش اوستا، اگه این تحولات رو در تشکیلات به وجود بیارن همه چیز عوض میشه، فرق میکنه. و اینی که رضا پهلوی هم هی تاکید میکنه که اگه 40 سال پیش اینا کاری کردن فلان کردن، الان منظورش ایناست، منظورش آدمای جمهوری اسلامی نیست که اون خواهد. حالا خواهرشون کشته شده و مارکسیست هم بوده، مجاهد خلق هم نبوده، خود ایشون هم مسلمان نبود که چیز باشه، ایشون روزهای انقلاب سیاه شروع شده بود که هیچ پیروز شده بود انقلاب سیاه و مجاهدین یک ساختمان وزارتخونه رو در اشغال خودشون در آورده بودن، توش بودن از در پشتی خانم این خانم الان تشریف دارن، صدر حاج سید جوادی، خانواده حاج سید جوادی که همون دکتر علی اصغر حاج سید جوادی هم عمویشون میشه، اینا خیلی نقش مهمی داشتن تو جریان حزب و تشکیلات سادات، تازه که باید برید دیگه مطالعه کنید، گفتم بهتون برنامه قبلی رو گوش کنید. خانم شهرزاده عزیزم صدر حاج سید جوادی که با سازمان بود، ایشون خانم مریم رجوی رو میاره توی در پشتی توی تشکیلاتی که دفتر اصلی مسعود رجبی منجا بوده، آقای مهدی ابریشمچی هم رئیس تیم حفاظتی مسعود بوده، بعدشون از اونجا این بعد انقلاب مریم مجاهد میشه، بعد چادر سرش نبود وقتی وارد میشه، شلوار جینم پوشیده بود روز که اومد تو فلان اینا، بعدن دیگه چادر چین روسری و فلان اینا، و بعدم خود مسعود رجبی
خود مسعود رجبی به این دوست نازنین آقای مهدی ابریشمچی، آقای مهدی ابریشمچی میگه که مهدی جان ما که زن داریم، این اشرف ربیعی رو گرفتیم با پرویز یعقوبی با جنابیم، چون پرویز یعقوبی خانمش مینا بود طلاق گرفته الان و پرویز خیلی نزدیک بود و مسعود الان دیگه از هم جدا شدن، اینا مدت داد میگه ما که مینا اشرف رو گرفتیم، اشرف هم خیلی خانم بود، من ایشون دیده بودم باش برخورد داشتم، خیلی زن فهمیده بود، اون بچه سابق رفت نه یه چیز دیگه بود، این تحت تاثیر رژیم باشه. بعد خود مسعود خواستگاری میکنه از مریم عزیزانلوی قاجار که میشه زن آقای مهدی ابریشمچی، بعد بعدم هم دیگه میشه زن. خب حالا مریم جان اگر که مشکلاتی داره الان، من با این چیزه جدیدی که وارد تشکیلات شدن نسل نو و جوان، اینا باید خوب عمیق بیندیشن و فرمان مسعود باید اطاعت بشه، چون مسعود هر چی گفته از اون طرف یا جواب رضا پهلوی شاهزاده بوده و یا تاییدش کرده و یا یک چیز دیگه گفته که بعد شاهزاده پذیرفته. مثلا همین مبارزه مسلحانه، یعنی مسلح با اینا برخورد کردن، یا مثلا کانونای شروشی شاهزاده رضا پهلوی، من چند وقت پیش تو برنامه میره پخش کردم تایید کرد، گوش بکنید تایید میکنه، ولی شیوه تاییدش با اونا اگر فکر کنم میزه اول انقلاب فهم میکنه. رضا پهلوی فرمان آتش پدافندی داده، فرمان آتش پدافندی جنگ مسلحانه نیست، این یادتون نره. مشخصا صحبت خود شاهزاده رو گوش بکنید عزیزان من، تکرار میکنم، یک اقدامی که توأم با خشونت باشه به مفهوم در واقع تهاجمیش، یعنی بمبگذاری، یعنی ترور، یعنی کشت و کشتار، یعنی اسلحه کشی، یعنی سرباز و پاسدار و بسیج کشی، این رو میگویم خط قرمز. درست. ولی دفاع از خود، حفاظت از خود، اگر به ما حمله شد به مفهومی نیست که سرتو بنداز پایین و شهید بشو، نه آفره. مقاومت کن، اگرم اسلحه داری اسلحتو در دفاع از خود استفاده کن آفره. اما نه با قصد تهاجم. خب ببینید، ما این میگه ما با جنگ داخلی نمیخوایم جلو بریم، ولی شما مسلح برید بیرون اگر به شما زدن جان بزنید. یعنی رضا پهلوی هر چی که مسعود میگه تا حالا گفته، برنامه قبلی رو حتما گوش کنید، ایشون رعایت عمل کرده. از اون طرف مسعود عزیزم میگه که دموکراتیک و جدای دین از سیاست و یعنی خانم روسریش اینا بردن، اونا رو هم مسعود گفته پذیرفتار میمونه که اینا بردارن. حالا یه نکته دیگه که خیلی مهمه، من یکی دو سال پیش بود که توی که از برنامه تاکید کردم که خانم مریم رجبی شما باری کنار، بچه دیگه بیان، از جمله دختر اشرف، اشرف عزیز هفته پیشم اسم اشرف آورد، خود اشرف خانم به جای تو رو بگیره. حالا این کار شد، اینم شد، حالا میخواستم بهتون بگم دیگه، قبل حال بهتون میگم، اینم شد. یعنی این خانم اشرف دختر جوانی که میبینینش خیلی هم چادری نبوده نیست، اشرف الان شده معاون اول، ما میگیم نخست جانشین سازمان شده. یعنی یه دختر که 4 سال پیش بچه بود، کوچولو بود، فلان بود، بعد انقلاب به دنیا آمده، این الان شده بزرگ فرمانده یه تشکیلات بزرگ با دختر دایش، پسر آره دختر دایش نرگس عزادی، دوتاشون اینا وارد سازمان شدن، در کادر اصلی قرار گرفتن. خانم مریخی میخواست بره کنار، ولی 2 سال دیگه تمدیدش کردن و من مطمئنم که این انتخابات دیگه که 1.5-2 سال دیگه خواهد بود، این اشرف رو میذارن فرمانده. اشرف که بشه فرمانده، چون تا دیدم اشرف نیست، مامانی که قبلا چادر روسری نداشت، این روسری چادر نداشت، الان گفت چه سازمان. ببینید این خانم لیست طولانی از خواهران بسیار زیصلاح‌تر از خودم و همه اونها رو پیشنهاد داده بودم، ولی در مقابل چیزی که نمیشه مقابل فهمید. اون احساس شعف و افتخار خیلی زیاد به خاطر دارایی سازمانمون و پویایی اون که امروز خودش رو در انتخاب مجدد خواهر زهرای عزیز به عنوان مسئول اول سازمانمون نشون میده و این همون انتخاب اسلحه برای محقق کردن سرنگونی و برای تضمین پیروزی محتوم خلق مهمه و بدون شک میشه نوید داد طلوع صبح سپید بر میهنمون رو و
گام آهنین مؤسسان پنجم ارتش آزادی و کانونهای شورشی بر گلوی شب ظلمانی حکومت خامنه‌ای و رئیسی جلاد و پیروزی محمود حضور همیشه منو حاضر و آماده خواهید دید. حاضر! 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 یعنی همونطور که مستحضر هستید و من مستند به آگاهی شما میرسونم با سند، با سخن و با تصویر، شاهزاده رضا پهلوی و مسعود رجوی با هم توافق دارن برای این که این نظام ساقط بشه. این کار باید هر چیز زودتر صورت بگیره، ولی الان رئیس جمهور اپوزیسیون ایوری خانم مریم قاجاره. مریم اما چون که خیلی این پانل با شوهرشون اختلاف دارن فلانه، به حرف شوهرش نمی کنه، به حرف مسعود رجوی نکرد، به حرف مسعود رجوی بکنه